أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتغني بالهدى وألهمن التقوى. بمناسبة نيمة شعبان تولد آقا امام زمان عليه السلام، یک بحث چند دقیقه ای با برادران و خواهران میگیم که این بحث صادراتیه، یعنی هم الان که میشنوید انشاءالله لذت خواهید برد و هم میتونید این حرفا رو نقل کنید در همه جا که نفوذ دارید. بحث ما اینه که اگر امام زمان، یعنی اگر حجت خدا ولی معصوم، اگر امام معصوم نباشه، مردم همه کافر بشن اشکال نداره. این آیه قرآن، همه کافر بشن، یا باید امام زمان باشه یا همه کافر شدن همه مانعی نداره. از کجا قرآن در میاریم اینو؟ اینو آیه سوره آل عمران آیه 101 روشنه. آل عمران اول قرآن، اول قرآن 101 آیه اینه: و کیف تکفرون، چطور شما کافر میشید در حالی که و انتم تتلا علیکم، تلاوت میشه بر شما آیات الله، وقتی آیات خدا بر شما خونده میشه، و فیکم رسول، رسولم در هست، دیگه چرا کافر میشید؟ شما که آیات قرآن برتون به گوشتون خورده میشه، آیات بر شما تلاوت میشه، فیکم رسول، رسولم هست، دیگه کیف تکفرون، چه حق نداره کافر بشید؟ حجت تمامه، هم قرآن هم رسول. خب پیغمبر ما از دنیا رفت، پس دیگه فیکم رسول نه. یا با جا پیغمبر یه نفر بشه مثل پیغمبر، یا میگیم خب خدای تو گفتی. ببینید یه مثال بزنم، میگم تو که سوزن داری نخم داری چرا لباست پره؟ سوزن داری نخم داری چرا لباست پره؟ یه سوزن تو که آب داری و خاک داری چرا گندم میخری از جای دیگه؟ آب داری خاک هم داری، خب کشاورزی کن. تو که هم قرآن داری هم فیکم رسول، فیکم یستون، رسول خدا در بین شما، هم آیات خونده میشه هم رسول بین شماست، کیف تکفرون، چطور کافر شدید؟ این معنیش چیه؟ یعنی اگر نبود، اگر یکیش نبود کافر شدن شما جایز بود. خب پیغمبر که از دنیا رفت یکیش رفت، فیکم رسول دیگه نه، پس همه مردم حق دارن مرتد بشن، یا همه مردم جایز است کافر بشن، یا با جانشین باشه. چون میگه کافر نشید به دو دلیل: آیات، فیکم رسول. با بودن مثل بچه، میگه ما دست بچه که میره تاب بازی، حالا یه مثال بچگونه بزنم، پدر مادر میگه آقا جون دو تا دست رو بگیر، چون اگر دستت هر دو رو ول کنی یکی رو ول کنی میافتی، با کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، با دستت به هر دو باشه، آیات هست رسولم هست، با بودن آیات رسول چرا کافر شدی؟ یعنی اگر رسول رفت کافر شدن شما جایزه، رسولم که از دنیا رفته پس همه میتونیم کافر بشیم. یا با جانشینش، من کنت مولا فعلی و مولا فلله الحجت البالغه لولا الحجه لساخت الارض و اصلا، یا باید ولی معصوم، امام معصوم جانشین پیغمبر باشه، یا جایز مردم مرتد شن، کافر شن. خیلی استدلال روشن و قوی است. این یه مسئله. مسئله دیگه: ان الارض یرثها عبادی الصالحون، آیه قرآنه، حکومت زمین در آینده به دست بندگان صالحان. حالا بریم تو قرآن نگیم عباد الله صالحین چی؟ اونجا که میگه آمن و عمل صلات کیان، معلوم میشه هر روزی هم که ما پنج تا نماز خونیم با یاران حضرت مهدی گفتگو داریم، چون میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر بندگان صالح خدا. صالح خدا که ان الارض یرثها عبادی الصالحین، بندگان صالح یاران حضرت مهدی است که حکومت آخرت زمان دارن. پس السلام علینا و بر تشکیل دهندگان حکومت حضرت مهدی، چون اونا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، السلام علینا و عباد الصالحون، صالحین و صالحون یه عبادیه، یه معنی داره. این هم یه مثال. مسئله دیگه: امامت عهد خداست. وقتی حضرت ابراهیم به امامت رسید قال و من ذریتی، خدا این مقام رهبری رو به بچه هم بده، فرمود لا ینال عهدی، این عهد منه، عهد منه، عهد من، لا ینال عهدی الظالمین، این پیامان به آدم ظالم، کسی که اگر سابقه ظلم، انحراف، شرک داره حق امامت نداره، اما باید هیچ سابقه ظلم درش نباشه. خب خدا میدونه، الله اعلم حیث یجعل رسالته، اما میتونه که ما
بگیم. خیلی یه چیز مهمی میخوام بگم، دقت کنید عزیزان جامعه المصطفی، دقت کنید. بعضی از بزرگان کشورهای اسلامی مثل وزیر اوقافش، امام جمعه پایتختش، یه جمعی نامده بودن قوم و ملاقاتی و با بعضی از مراجع علما و مدرسین. منم به من تهران بودم، گفتم که من جز علما و فقها و فیلسوف و اینا نیستم. گفتن همون روش تبلیغ تو و روش تفسیر تو بیا برای اینا بکن. ما رفتیم یه دو ساعتی با اینا صحبت کردیم با زبان عربی ناقصی که داشتم. دقایق آخر یه سوال کردم، همینطور همه دست رفت بالا، گفتن جواب نداره. گفتم شما عقیدتون راجع به امام زمان چیه؟ گفتن امام زمان امام آخر زمانه، میاد دنیا رو پر از عدالت میکنه، ریشه ظلم میکنه. گفت خب عقیده شیعه هم همینه. پس شیعه و سنی در امام آخر زمان حضرت مهدی اتفاق دارن. حالا که اینطوره، پس بریم بگردیم تو جامعه یه مهدی پیدا کنیم، باش بیعت کنیم، ظهور کنه، دنیا رو آباد کنه. گفت ما، گفتم خب بله، بریم مهدی پیدا کنیم، باش بیعت کنیم. گفت ما که نمیتونیم، امام آخر زمان بود خدا بفرسته. گفتم اگر حق انتخاب ندارید، پس سه دو پیغمبر در قدیر خون گفت من کنتم مولا فحالا علی و مولا علی امیر المومنین، بیرونش کردید، از ماشین پیادهش کردید، کسی دیگه رو جاش نشوندید. شما که جرأت دارید جانشین پیغمبر را در اول تاریخ روشن کنید، در آخر تاریخ هم مهدی پیدا کنیم، یه اسمی اسمش مهدی باشه کافیه، باش بیعت کنیم امام آخر. شما که اولش رو تعیین کردید، آخرش هم تعیین کنید. اگر هم حق ندارید آخر رو تعیین کنید، معلومه اولش هم حق نداشتید. بالاخره ببینید دو حرفه، یا حق دارید یا حق ندارید. اگر حق دارید تعیین کنید که کردید اولش رو، پس آخرش هم تعیین کنید با یه بیعت پیدا کنید. اگر حق ندارید تعیین کنید که میگید ما حق نداریم امام آخر زمان رو تعیین کنیم، معلومه اولش هم حق نداشتید. این هم تو هیچ جواب نداشتم بگم. این مسئله مهمه. مسئله دیگه، امامت مثل نبوته. به چه دلیل ما پیغمبر میخوایم؟ برای که منحرف میشیم. پیغمبر میخوایم که ما را هدایت کنه. خب بعد از پیغمبرم امام میخوایم. نمیشه بگیم یک با مدعا با. یه انسان ها نیاز به رهبر آسمانی دارن، باقی انسان ها نیاز به رهبر آسمانی ندارن. اگر دارن همه بشریت نیاز داره، اگر نداره هیچ که نیاز نداره. خب مسئله دیگه، در آیه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، قرآن میگه که خدا ما حضرت ابراهیم رو به چند حادثه امتحان کردیم، از همه حوادث روسفید آمد بیرون، امتحانش خوب بود، ما هم درجه شای بالا بردیم. اول حضرت ابراهیم شد عبدالله، بعد شد نبی الله، بعد شد رسول الله، بعد شد خدیر الله، در مرحله آخر شد رهبره کل بشریت در طول تاریخ، نه رهبر یک کشور و یک منطقه. اینی جاعلو کل ناس اماما. یکی که میگه اینی، میگه یعنی من که خدا هستم ابراهیم رو امام کردم. پیداست نسب امام با خداست. خدا اینی. علاوه بر اینکه امام باید معصوم باشه، اسمت یه چیزی که نگاه به پیشونیش کنه میگه ها این معصوم هست رو بشنه، پیدا نیست که. او خدایی که اینو خلق کرده میدونه که این معصوم هست یا نیست. چون اسمت یعنی نه گناه بکنه نه فکر گناه بکنه. خب کسی که نه گناه میکنه نه فکر گناه، کسی نمیشناسه با خدا بشناسه. خب و وجود امام زمان، قرآن یه آیه داره به پیغمبر میگه تا تو هستی من اینا رو عذاب نمیکنم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و انت فیهم. پیغمبر تا مادامی که تو مردم هستی، خدا مردمو با قهرهایی که مثل قوم عاد و ثمود، مثل قوم لوط زیر رو نمیتونست. یعنی وجود حجت خدا امان زمینه. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. مثل یه نخ تو اسکناس، تو اسکناس یه نخه، این نخ اسکناس به اسکناس ارزش میده. نخو بکشی برو اسکناس میشه کاغذ. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، یعنی قسم به کعبه چون تو درش هستی، تا تو هستی عذاب نیست. قسم به کعبه به خاطر وجود تو، اگر تو نبودی زمین اهلشو خود فرود میبرد. حالا این مال اصل امامت. و اما معنای انتظار و چند تا مثال.
یکی که دو سه سوال من جواب بدم در یک دقیقه. یک، آیا میشه بعد یه نفر 1200 سال عمر کنه؟ بله، بیشتر هم میتونه عمر کنه. پیر نمیشه؟ نه. میگه میشه کسی 1000 عمر کنه پیر نمیشه؟ ما مسئله یه مدل مثل ابرو برای بچه‌ها میگیم، بچه‌ها جوونا ابرو میگه مو نیست، موجه و ابرو موه، اما 80 سال تکون نمیخوره، بغلش یه سانتی دو سانتی سر صورت هر هفته میره اصلاحات جاش پر میشه، پوست یکی، نون یکی، آب یکی، کربن یکی، اکسیژن یکی، خدا خواسته یه مصابت یه مو متغیر، همه خدا که در هر صورت یه مو رو ثابت نگه داره یه مو رو متغیر میتونه امام زمان رو ثابت نگه داره باقی ها متغیر. سوال، چرا امام زمان غایبه؟ جواب، مثالی که من میزنم در تلویزیون ایران زدم اینه، گفتم یه لامپی میزنن میشینیم، از طرف دولت یه لامپی بس میکنن سازمان برق، ما میزنیم میشینیم، لامپ دوم، لامپ سوم، 11 تا لامپ زدن 11 تا شکستیم، وقتی 11 امام معصوم کشتیم امام 12 دیگه ظهور نمیکنن، هر وقت آدم شده سازمان برق یه 11 تا لامپ زدیم توی خیابون همه شکستن، لامپ 12 دیگه بس نکن بذار تاریکی باشه. ما این کاری کردیم 11 نفر کشتیم، توقع داریم 12 هم اونم بکشیمش و زمینه آماده بشه. این هم بله. خب مسئله امام زمان را باید معصوم باشه. حالا یه اول الامر که اینم من در یه دقیقه بگم یه جمع و تفریق براتون میکنم بعد ببینید نتیجه چیه. یه خود دقت کنید، نیم دقیقه دقت کنید. اگر کسی از طرف دولت، اداره بهداشت، دنیای طبابت گفت آقا از لبنیات استفاده کنید کلیه، بعد یکی که افراد بود گفت ببینید من کدومو نمیگم کدومو نگفتم، میگم گفتم از لبنیات بخورید، ولی ماست نه، ماست نخورید، کره و خامه نه، سرشیر نه، پنیر نه، دوغ نه، چشک نه، همه رو گفتم نه، چی شد؟ از لبنیات استفاده گفت نه 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 نه, نه. یه چیزی رو جا میذارم میگم پس چی؟ فکر کن یه بار دیگه بگم، از لبنیات استفاده کنید، ماست نه، پنیر نه، کره و سخامه و سرشیر نه، روغن نه، دوغ نه، نه نه، کشک نه، پس چی؟ پس چی؟ چون همه رو گفتی نه. در قرآن میگه از اول الامر پیروی کنید، مثل که میگیم از لبنیات استفاده کنید، میگیم از اول الامر اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اول الامر، از اول الامر پیروی کنید. بعد میگه فاسق نه، جاهل نه، گناهکار نه، اسرافکار نه، لا تطع آثم، آثم گناهکار نه، کفور نه، لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، افرادی که از یاد ما غافلن نه، امر المسرفین مسرف اسرافکار ولخرج کن نه، مفسدین نه، ذل من قبل بد سابقه هستن سابقه گمراهی دارن نه، ما همه نه 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 نه، لا تطع لا تطیعوا، لا تتبع لا تتبعوا، از این نه نه نه، این نه رو یه بار تخت سیاه می‌نویسیم، از اون تخت سیاه می‌نویسیم، میگیم از اول الامر پیروی کنید، اما این نه 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 پس معصوم، چون همه افرادش میگیم نه، فاسد نه، مسرف نه، جاهل نه، بد سابقه نه، نه نه، با یه جمع و تفریق من اول الامر فقط معصومه. اینم یک بیان دو سه دقیقه مفید. و ما عرض کنم بود گاهی میگن آخه بچه 3 ساله چطور امام میشه؟ میگن آخه امام زمان در بچگی در کودکی امام شد، میشه؟ قرآن که میگه برای حضرت عیسی و وجعلنی مبارک و وجعلنی نبی انی عبدالله آتانی الکتاب، بچه در گهواره حرف زد. اگر ما عقیده به قرآن داریم بله، اگر عقیده به قرآن نداریم با یه فلاش کامپیوتر میتونیم حل کنیم. سوال، آیا بچه 3 ساله میتونه امام بشه؟ بله. چه جوری؟ اینجوری. چیه؟ این فلاش کامپیوتره، یه سانت در یه سانت، جنسش هم فلزه، هم ببین توش هم خالیه، به اندازه یه تخمه کدوی پوک، اینو وصل به کامپیوتر که کردیم 100,000 نکته، 1,000,000 نکته از اون کامپیوتر میاد تو این کامپیوتر توسط این جماد، یعنی انسان، مهندسین بشری چیزی ساختن به نام فلاش که این فلز علوم رو از اون فلز به این فلز منتقل میکنه.
خب چطور انسان علم رو از فلز به فلز منتقل میکنه و خدا انسان نمیتونه علم امام عسکری رو به بچه 3 ساله منتقل کنه؟ یعنی امام زمان از این فلاش کمتره، قدرت خدا از قدرت مهندس کمتره. مهندس بشری تونست میلیون ها نکته رو از فلز به فلز منتقل کنه و خدای انسان نمیتونه، عرض کنم به حضور جناب عالی، که علوم امام صادق رو منتقل کنه، امام هادی رو منتقل کنه. این هم یه مسئله. حالا طبق روایات هر هفته کارمون رو میبینه، ما باید افتخار کنیم. منتها 3 راه باید بریم. اول معرفت، امام زمان رو بشناسیم، باش قرارداد کنیم. در دعای عهد میگه روز بروزم قراردادمون قوی تر بشه، عهدن و عقدن و بیعتن. در دعای اول تعهد کنیم با امام زمان، بعد عقد گره بزنیم با امام زمان، بعد بیعت کنیم، بیعت کنیم، تسلیم فرمانهای باشیم. او هر کارهای ما رو میبینه، شاهد بر ناظر بر اعمال ما هست. روایت داریم امام زمان فرمود من شما رو فراموش نمیکنم، اگر دعای من پشت سر شما نبود شما رو دشمن قورت میداد. به هر حال این یک مسئله مهمیه که راجع به حضرت مهدی علیه السلام گفتیم. مسئله دیگه توسل به حضرت. این توسل هم شرک نیست. ما مثلا در قوم مسجد جمع کلان که بریم، هر جا که مربوط به امام زمانه، نماز امام زمان چیه؟ در نماز امام زمان 100 بار 100 مرتبه میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی تو توسل به حضرت مهدی میگیم ایاک نعبد، خدا ما بنده تو هستیم، ایاک نستعین، ما از تو کمک میخوایم. یعنی تو توسل ما توحیده، تو توحید ما توسله. این وهابیا میگن فقط بگید یا الله یا الله، یا حسین یا زهره یا علی یا ابوالفضل، اینا شرکه، فقط بگو یا الله. ما از قرآن یه جواب خیلی قشنگی داریم، دقت کنید این جوابو. میگیم این کلمه‌ای که من یه کلمه میگم، میگه توحید شرک، ما یمسکهن الا الله، این پرنده رو در هوا هیچ قدرتی نگه نداشته جز خدا، این شرکه توحید. میگن نه، این توحیده، چون میگیم الا الله، لا اله الا الله، ما یمسکهن الا الله، ما یمسکهن الا الرحمن. اونجا که میگه فقط خدایش توحیده، میگیم خب پس قرآن واکم این پرنده را در آسمان جز خدا نگه نداشته، فقط خدا توحیده. برید آیه دیگه، جای دیگه قرآن رو بکنیم، میگه که یطیر به جناحه، پرنده که میپره توسط بال بپره. یعنی همون جایی هم تو همون قرآنی که میگه فقط خدا نگرش داشته، در جای دیگه میگه توسط بال نگرش داشته. پس واسطه اشکال نداره، خدا نگرش داشته توسط بال. خدا حاجت منو میده توسط دعای ابوالفضل، دعای امیرالمومنین، دعای حضرت مهدی. یه بار دیگه تکرار کنم، دو تا آیه داریم تو قرآن، یه آیه داریم فقط پرنده را خدا نگه داشته، که این توحید 100%، چون میگیم فقط خدا. ما یمسکون الا الله، آیه دیگه ما یمسکون الا الرحمن، فقط خدا، خدا فقط خدا پرنده نگه داشته. بله جای دیگه میگه که یطیر به جناحی، خدا هم که این پرنده نگیسه به واسطه. توسل به اینها شرک نیست، این توحیده. ما وقتی هم که توسل پیدا میکنیم در نماز توسل به امام زمان علیه السلام 100 بار میگیم ایاک نعبد، ایاک نعبد، خب این توحیده دیگه. امیدوارم که قلب مبارکش از ما راضی باشه، ما رو مشمول دعاش قرار بگیره و ظهورش رو تعجیل کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.